تنها قمر سیاره زمین در فاصله ای حدود 400 هزار کیلومتری از ما. همیشه تماشای این جرم آسمانی برای ما جذاب بوده، اما از زمانی که آن را دقیق‌تر شناختیم شگفتی‌های بیشتری از ماهیت آن آشکار شد. این یک شهاب سنگ عجیب و اسرارآمیز است که به احتمال بسیار زیاد سالها پیش این مسیر طولانی را از ماه طی کرده و به زمین رسیده. محل کشف آن جایی در سردترین منطقه سیاره زمین در جنوبگان و متعلق به سازمان ناسا است. تعداد زیادی از این سنگ‌های آسمانی در مجموعه سازمان فضایی ناسا وجود دارد. مجموعه‌ای با بیش از 70 هزار شهاب سنگ که تنها تعداد کمی از آنها مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند. در یکی از آخرین مطالعاتی که روی این شهاب سنگ خاص و چند نمونه دیگر توسط محققین مؤسسه فناوری زوریخ در سوئیس انجام شد، آنها متوجه آثار جالبی در آنها شدند. موادی که منشأ زمینی داشتند. پس از بررسی‌های اولیه، این سنگ آسمانی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و تخصصی مورد طیف‌سنجی جرمی پیشرفته با ابزار دولی قرار گرفته شد که وجود مقادیری از گازهای نجیب که بومی زمین هستند همچون هلیوم و نئون در آنها آشکار شد. این سنگ‌های آسمانی از مواد آتشفشانی تشکیل شدند که در اثر خروج ماگما و سرد شدن سریعشان کریستال‌هایی را در این نمونه‌ها ایجاد کردند. حضور این کریستال‌ها باعث حبس شدن گازهای فرار درون آنها شد و به مرور با تشکیل بازالت لایه‌های دیگری از سنگ‌ها رویشان را پوشاند که کریستال‌ها را نیز از تشعشعات خورشیدی و دیگر پرتوهای کیهانی محافظت می‌کرد. مورد بعدی وجود مقادیر زیادی آهن در اعماق زمین است که اکنون در برخی از این سنگ‌ها نیز یافت شده‌اند. همه این داده ها که تنها خلاصه کوتاهی از آنها گفته شد، یک فرضیه قدیمی را تایید می کنند. این که قمر زمین در گذشته های دور خود بخشی از این سیاره شگفت‌انگیز بوده. فرضیه‌ای که به آن ضربه غول پیکر می گوییم. احتمالاً در حدود 4.5 میلیارد سال پیش، روزهای ابتدایی تشکیل منظومه شمسی، زمین نیز یک سیاره آتشین بود که رفته رفته با سرد شدن سطح آن پوسته ای سنگی دور تا دورش را فرا گرفته بود. در آن زمان زمین همزاد و دوقلویی داشت به نام تیا. تیا از زمین خیلی کوچکتر بود و در نهایت در حدود 60 میلیون سال پس از شکل گیری زمین به دام جاذبه آن گیر افتاد و به زمین برخورد کرد. در نتیجه این ضربه عظیم و غول پیکر بخشی از پوسته زمین جدا و در فضای اطراف سیاره پخش شد. احتمالاً سیاره زمین تا مدت‌ها دارای حلقه بود و در نهایت با برخورد این سنگ‌ها و ذرات به هم دیگر ماه تنها قمر زیبای زمین تشکیل شد. حالا با یافتن برخی عناصر و گازهایی که در زمین آن زمان به فراوانی وجود داشتند، با رسیدن این سنگ‌ها از ماه به زمین، این نظریه بیش از پیش محکم‌تر می‌شود. کنده شدن این سنگ‌ها از سطح ماه خود اتفاق جالبی است. از آنجایی که این جرم هیچ گونه جو واقعی ندارد، پس خیلی راحت سنگ‌های سرگردان با آن برخورد می‌کنند. اما برای جدا شدن تکه‌هایی از این قمر و پرتابش به فضا، نیاز به یک سنگ بسیار بزرگ فضایی و ایجاد ضربه بسیار شدید و قدرتمندی است. شگفت‌انگیز اینجاست که این ذرات و سنگ‌ها میلیاردها سال قبل در سیاره زمین بودند. روزی از آن جدا شدند، به اعماق فضا رفتند، به ماه تبدیل شدند و اکنون بار دیگر به زمین بازگشتند.